میکنه، از برادر بزرگترش دعوت میکنه، میگه بیا سر سفره‌ای بشین که مردم ایران باید مایحتاج خوراک روی اون سفره رو برای اسرائیل و جمهوری اسلامی و آمریکا و انگلیس و همه فراهم کنن. اما مردم کشور ما کماکان به دنبال ناجی میگردن به اسم ترامپ یا اسرائیل حمله کنه یا آمریکا حمله کنه، غافل از این هستن که این بار حمله بشه. قبلا هم گفتیم تو برنامه‌مون، بارها گفتیم ولی ظاهرا باید باز تکرار کنیم، غافل از این هستن که اگر این بار جنگی در بگیره، دقایق پیش عرض کردم، جنگ بسیار گسترده خواهد بود، از جنوب شرقی ایران وارد جنگ خواهد شد تا خطه شمال ایران، یعنی تا استان اردبیل ما، حتی شاید تا غرب استان گیلان ما درگیر جنگ مستقیم بشن. جدا از این که امکان استفاده از بمب‌های اتمی محدود شده هست که فاجعه‌ای مثل هیروشیما و ناکازاکی نداشته باشه، اما چیزی که اسرائیل و آمریکا و انگلیس میخوان یک ایران متلاشی شده برگشت خورده به 100 سال 200 سال قبل از دوران قاجاره که نه سرکوی نفتی داشته باشه، نه پالایشگاه داشته باشه، نه صنعتی داشته باشه، نه صنایع وابسته، نه صنعت مادر، نه پتروشیمی، نه اسکلت، کشتیرانی هیچی نداشته باشه و حکومت بعدی مجبور باشه از منابع مالی ایران هزینه کنه و تمام اینها رو از این کشورها دوباره خریداری بکنه. زمینه رو کی میسازه؟ جمهوری اسلامی. خط و ربط رو کی میده؟ اسرائیل و آمریکا و انگلیس، مافیا، ماسونها، ایلومیناتیا، هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید، ضررش برای ما مردم ایران و آینده و نسل بعد از خودمونه. جناب قاسم بفرمایید. بله، سپاسگزارم. شما دوستان توی فیسبوک لطفاً برنامه رو یه بار دیگه پخش کنید، بذارید من یه مطلبی رو، الان بانو خستوی یه سوالی پرسیده بودن، یه مطلبی رو گفتن که من توضیح دادم ولی نه کامل. من از اینجا شروع کنم. گفتم مافیای جهانی وقتی میخواد سناریویی رو برای یک کشوری یا یک جریانی یا یک مردمی اجرا کنه، بخش‌هایی رو داره که میاد روی روانشناسی جوامع سیاست‌هاش رو بنا می‌کنه. اینو داشته باشید. برگردیم بیایم اتفاقی که در آمریکا افتاد. در آمریکا یک حکومتی وجود داره که این حکومت پشت پرده است. این حکومت اقتصاد دستشه، رسانه‌های گردن کلوف دستشه و انواع و اقسام نمیدونم مافیای اسلحه دستشه، مافیای مواد مخدر دستشه، مافیای هالیوود دستشه و و و انواع و اقسام این جریان ها که توی آمریکا وجود دارن. خب این مافیا یه سری قراردادهایی رو بسته بودن که 60 70 سال از این قراردادها به قول معروف داشت میگذشت و به مرور زمان که هرچی این قراردادها کهنه شده بودن، در سطح بین الملل دارم صحبت میکنم، از هسته اصلی من دارم صحبت میکنم، الان اصلا کاری به ایران نداریم، از هسته اصلی که توی آمریکا اتفاق افتاد دارم صحبت میکنم، اصلا دلیل پیدایش شخصی مانند ترامپ رو من دارم توضیح میدم. امیدوارم دوستان به مطالب بدون تعصب گوش کنن تا بازی اصلی مافیا رو متوجه بشید که بازی چجوری داره به قول معروف چیده میشه و چجوری انجام میشه و حرکت هایی که انجام میدن کاملا حساب شده است، یعنی دیمی نیست، همینجوری الله بختکی نیست، تمامش حساب شده است. یه سری قراردادهایی مال 60 70 سال پیش، 80 سال پیش، 90 سال پیش در سطح بین الملل بسته شده بود که آمریکا این قراردادها نسبت به روز، نسبت به امروز، اکثر این قراردادها برای آمریکا زیانده بودن. یعنی چی؟ یعنی سازمان ملل که آمریکا 70% بودجهش رو داره تامین میکنه تا امروز بعد از 80 خورده ای سال،
طبق گفته خانم هلی، نیکی هلی که سفیر آمریکا بود در سازمان ملل و خود ترامپ هم بهش اشاره کرد توی تبخ جانم، توی صحبتاشون آقای ترامپ هم اشاره کرد، مثلا یکی از صحبتایی که تو تبلیغات انتخاباتی میکرد این بود، میگه آقا سازمان ملل رو آمریکا داره 70% بودجهشو میده، بعد 80% قطعنامه بر علیه آمریکا داره از سازمان ملل صادر میشه، یا توی بسیاری از معاهدات جهانی مثل نفتا و و و انواع و اقسام چیزایی که بسته بودن. این مافیایی که توی آمریکا نشسته، یعنی حکومت آمریکا، داره توی مرور زمان میبینه که خب هر چی اتفاق داره میفته، اروپایی داره میبره، روسیه داره میبره، چین داره میبره، آمریکا داره ضرر میکنه. باید این بازی رو به هم میریخت. وقتی شما میخوای یه بازی رو به هم بریزی، مثل این میمونه که شما یک ساختمان مثلا کهنه قدیمی داری که این ساختمان هم ساختمان بزرگیه، خب میبینید بازدهی این ساختمان، لوله های گازش پوسیده است، لوله های آبش پوسیده است، برق‌کشی‌هاش پوسیده است، کفش داغونه، سقفش داغونه و نمیای دیگه اینو بازسازیش کنی. تا امروز اینو بازسازیش کردی، اما امروز حساب میکنی میگه اگر من این ساختمون رو خرابش کنم و دوباره از نو بنا کنم بیاد بالا، ساختمون رو به مهندسی روز بسازم، بازدهی این ساختمون برای من بهتره. اینو نگاه کنید، مافیای آمریکا، یعنی مافیایی که توی آمریکا نشسته، اون حکومت آمریکا، حکومت که تشکیل شده از مافیاهای مختلف اما در رأسش میخورن به هم و اتاق فکر دارن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا این معاهدات و قراردادهایی که 60-70 سال از روش گذشته باید به هم بریزه و باید قراردادها رو از نو نوشت، باید شرایط رو از نو بنا کرد، اون جوری باید شرایط رو بنا کرد که امروز آمریکا در جایگاه یک ابرقدرت بتونه خواستش رو مطرح کنه و سودش رو ببره. یعنی شما فکر کنید مثلا ارتش آمریکایی که توی خاورمیانه داره هزینه میکنه برای ارتش، باید هزار برابر اون هزینه رو در بیاره که اون سرباز رو توی خاورمیانه نگه داره. این پس این قواعد باید عوض بشه، باید به هم بریزه. چیکار باید میکردن؟ یک شخصی رو آوردن در یک پرانتز 4 ساله در آمریکا. شما بیاید برید تیم‌های یا کابینه دولت‌های قبلی آمریکا رو نگاه کنید. کابینه دولت آقای ترامپ هم که به نظر من آدم محترمیه، آقای ترامپ به نظر من برای آمریکا یک آدم وطن پرست به تمام معناست، برای آمریکا. و منم صحبتی که دارم میکنم، صحبتی که از دید مافیای آمریکایی دارم صحبت میکنم، از دید اون حکومت دارم صحبت میکنم. آقای ترامپ وارد میشه با یک تیمی، یک کابینه ای که این کابینه، کابینه ساختن نیست. یعنی چی کابینه ساختن نیست؟ یعنی شما در دولت‌های آمریکا اگر نگاه کنید، معمولاً تیم‌های، مخصوصاً در وزارت امور خارجه‌اش، معمولاً تیم‌های دیپلمات داره. معمولاً مثلا در مورد هر چیزی یه تیم دیپلماسی داره که این تیم دیپلماسی انجام میده. اما در دولت آقای ترامپ نه. 3 یا 4 نفر به صورت در داستان وزارت امور خارجه‌اش 3 یا 4 نفر بودن که فقط این افراد صحبت میکردن و حرفشون همونی بود که مطرح میشد. یعنی تیم دیپلمات نداشتن، وارد مذاکره و گفتگو نمیشدن. همینی که ما میگیمه. چرا؟ چون اومده بودن که این ساختمونه رو که شما داری بازدهی بهت نمیده، نقش اون پیمانکارا رو گرفتن که این ساختمون رو باید خرابش کنن. باید ساختمان 80 90 ساله 100 ساله رو خرابش کنن که بعد پیمانکاری دیگه بیاد و این رو بتونه روی نظر، از نظر سیاسی و اصولی بنا کنه بیاد بالا. این چیزیه که مافیای آمریکا دنبالش بود و هست و داره انجام هم میده. آقای ترامپ اومد ظرف 4 سال اکثر، یعنی شاید 90% معاملات و معادلات 60-70-80-90 ساله‌ای که آمریکا درش نقش داشت رو همه رو به هم ریخت. یک تنه همه رو به هم ریخت. یعنی چی؟ یعنی یه پیمانکاری بیل و لوده رو نمیدونم فلان و فلان رو آورد، اون ساختمون شما رو ظرف 1 هفته 10 روز همش رو خراب کرد. خب حالا
وقتی این ساختمون این قراردادها خراب شده، حالا باید یک تیم اون مافیا معرفی کنه که این تیم بیاد قراردادها رو اونجوری که دلش میخواد ببنده، قراردادهای بین المللی. یعنی آقای سازمان ملل، من از این به بعد 70% بودجه تو رو نمیدم، من 10% بودجه تو رو میدم، اون 70% رو آمریکا و آلمان و فرانسه و ایکس و ایگرگ و وای اونا باید بدن، من 10% بیشتر نمیدم، همینی که هست، میخوای بخوا نمیخوای نخوا. چرا؟ چون ابرقدرته. بازی جهانی ها بازی خورد نیست، بازی همینجوری دیمی نیست، بازی ها رو که بخونی. حالا دولتی که بعد از آقای ترامپ میاد، یک دولت اتفاقا هم با این بازی هم که راه انداختن که توی برنامه شون هم بود، یه دولت نامشروعه و قدرت ها و کشورهای طرف مقابل آمریکا رو مجبور میکنه در اون فاصله 4 سالی که بعد از دولت ترامپ بایدن یا اون کاملا هریس یا همسال اینها میان، به هر طریقی که آمریکا میخواد با آمریکا قراردادشون رو ببندن. چرا؟ چون به این جریانی که پشت جریان ترامپ اومد بالا در آمریکا، به عنوان دولت در سایه یا اپوزیسیون دولت نامشروع بین‌المللی بایدن، به صورت چماق بالا سر اینا وایساده و اینها میدونن اگر تو فاصله 4 سالی که دولت بعدی آمریکا میاد معادلات و معاملات و قراردادها رو بستن، که بستن، اگر نبستن بعد از 4 سال ترامپ، بعد از 4 سال بایدن یا حالا کاملا هریس یا همسال این جانورانی که اونور هستن، بعد از اینها دولتی در آمریکا احتمال شکل گیریش وجود داره که همین سیاست آقای ترامپ رو داشته باشه یا جریان ترامپ رو داشته باشه. بنابراین آمریکا در اون حکومت آمریکا در این کاری که کرد، در این بازی که پهن کرد، تمام از هر جهت که شما بهش نگاه کنید برد با حکومت آمریکا بود، از هر جهت که بخواید نگاه کنید. حالا ما ایرانی ها متاسفانه به خاطر قلب مهربونمون، به خاطر تجربه بدی که سال 57 بلایی که به سر ما همین آمریکایی‌ها آوردن، یا به خاطر اون بخش اکتیو جامعهمون که اومدن یا تبلیغاتی انجام شد، دلمون رو خوش کردیم یا وارد بازی شدیم که شدیم پیاده نظام همون سیاست اصلیه که سال 57 خمینی رو برای ما فرستاد. این تو پرانتز اینو داشته باشید، ببندید بریم کنار. سوالی که خانم خسروی پرسیده بودن پاسخش این بود، بانو خسروی، ما نمیگیم ترامپ آدم بدیه، اتفاقا من و مهران کمالپور که حالا خودشون صحبت میکنن، ترامپ یکی از وطن پرست‌ترین آدمهای آمریکایی است، برای آمریکا، برای آمریکا، برای من ایرانی که نه، برای من ایرانی که کاری نکرد، برای من ایرانی اتفاقا 96 97 98 که ملت ما اومدن بیرون و فریاد زدن و کشته شدن و همین الان هم به قول جناب کمالپور تعداد بسیار بسیار زیادی از هموطنانمون در بند جمهوری انگلنشان آخوندی هستن، کاری نکرد. چرا کاری نکرد یا چرا نخواست کاری انجام بده؟ یه بار دیگه اینو میگم، چون اگر در دی ماه 98 96 و آبان 98 و مرداد 97 جمهوری اسلامی توسط ملت ایران پایین کشیده میشد، امکان نداشت چیزی امروز شما به اسم معامله یا طرح ابراهیم داشته باشید، امکان نداشت امروز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در اختیار اسرائیل باشند، امکان نداشت در اران شمال ایران، اران ایران که از ایران جدا شده یا آذربایجان جلی، امکان نداشت بین ایرانی های آذری و ایرانی های ارمنیشون، اینا ایرانی هستن، ریشه هاشون ایرانیه، برادرکشی و اون جنگ 50-60 روزه اتفاق بیفته. خیلی از این مسائل امکان نداشت اتفاق بیفته، امکان نداشت امروز اسرائیل دور تا دور کشور ایران هم خودش پایگاه نظامی داشته باشه، هم تمام پایگاه نظامی آمریکا در اختیارش باشه. اینا امکان نداشت. اگر ملت ایران سال 96 و 98 موفق می شدن و جمهوری اسلامی رو پایین می کشیدن، اینا اون مسائلیه که باید از دید بی‌طرفی در مرحله اول نگاه کنی
و دوم در زمینی نگاه کنی که داری درش فعالیت میکنی. یعنی چی؟ یعنی شما داری مبارزه میکنی، برای آمریکا مبارزه نمیکنی، برای کشور ایران داری مبارزه میکنی. حداقل من مهران کمالپور و رستاخیز سیمرغ و باورمندان به سامانه پادشاهی داریم برای ایران مبارزه میکنیم. وقتی داریم برای ایران مبارزه میکنیم، باید ببینیم کجای این بازی‌های جهانی ملت ما میتونن ماهی خودشون رو بگیرن. بهترین زمانی که ملت میتونستن ماهیشون رو بگیرن توی همین 4 سالی بود که از دست رفت متاسفانه. پس بازی جهانی رو وقتی شما بدونی، پیاده نظام این بازی نخواهی شد. این اتفاقیه که این چیزیه که ما مردم باید، حالا این دید منه، دید مهران کمالپوره، دید رستاخیز سیمرغه. شما میگی نه اینجوری نیست، برید تحقیق کنید ببینید در 45 سال گذشته، 3 سالم برید عقبتر، در 45 سال گذشته یا حتی قبلترش در 60-70 سال گذشته، آیا یک سیاست حکومت آمریکا، ببینید بحث دولت رو بذارید کنار، یک سیاست حکومت آمریکا و حکومت انگلستان و حکومت اسرائیل رو بیا و حکومت شوروی و روسیه و حکومت چین رو بیارید که به نفع ملت ایران شده باشه. هر سیاست اینا پیاده کردن، چه جمهوری خواهش بود چه دموکراتش بود، هر سیاست اینا پیاده کردن در خاورمیانه ضررش رو ملت ایران کشیدن. اگر غیر اینه بگید غیر اینه. شاه ما محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر، سال 56 مقابل اینا قد علم کرد، گفت من اجازه بهتون نمیدم از منافع ایران یا از منابع ایران استفاده کنید برای سیاست خودتون. بس جلوشو بس، سخنرانیش هست میتونید ببینید چه اتفاقی براش افتاد. پس وقتی شما اینو میدونی، وقتی میدونی حکومت آمریکا، همین آقای سوروس، جورج سوروس در زمان شاهنشاه آریامهر هم بود، راکفلر در زمان شاهنشاه آریامهر هم بود، امروز هم هست، امروز هم سوروس هست. پس این سوروس که دیگه تغییر نکرده، که این سوروس همون سوروسه، این راکفلر ها همون راکفلر ها هستن، اینا که تغییر نکردن، که اتفاقا گرگتر شدن. شما میبینید از سال 1374 تا به امروز کمپانی به اسم سوروس داره ایران و ملت ایران رو سرکار میذاره تحت عنوان پروژه به اسم اصلاحات. تو رستاخیز سیمرغ ما اسنادش رو ارائه دادیم دیگه، پروژه اصلاحات از کمپانی سوروس صادر شد توسط هومن مجد و یه مشت اراذل اوباشی که درش هستن و نماینده رسمیش در ایران محمد خاتمی. از سال 76 تا به امروز آیا ملت ایران رو فریبی به اسم اصلاحات سر کار گذاشته یا نذاشته؟ خب این مال کیه؟ این مال سوروسه. سوروس کیه؟ بخشی از حکومت آمریکاست. کدوم آمریکا؟ همون حکومت آمریکایی که شما تا قانون و قواعد بازیش رو قبول نکنی، تا چارچوب قوانینش رو قبول نکنی، تا عضو خودشون نباشی، وارد اون گردونه قدرتت نمی کنن. شما فکر میکنید حکومت آمریکا یا انتخابات در آمریکا یا ریاست جمهوری آمریکا با چیزی که در ایران به اسم ریاست جمهوری هست شما فکر میکنید فرق داره؟ نه، در ایران شورای نگهبان وجود داره، اتفاقا در آمریکا هم وجود داره، منتها من و شما نمیبینیمش. یعنی آدم عادی نمیتونه پاشو بذاره اون جایی که آقای ترامپ گذاشت. شما باید تو بدنه این باشی، شما باید توی این جریان باشی. حالا مثبت و منفیشو کاری ندارم، خیلی از دوستان میگن اون جریان هم مثبت داره هم منفی، من میگم هم مثبت هم منفی، اما جفت اینها با هم تعادل و تعامل دارن، باید باشن تا بتونن کارشون رو انجام بدن. ناز شستشون میتونن ملت ها رو به قول معروف امت خودشون میکنن، میتونن سوار ملت ها میشن که تا امروز شدن، میتونن ملت ها رو هر جوری که دلشون بخواد بالا و پایین کنن. چرا؟ چون هوششو دارن، عقلشو دارن، خردشو دارن و تواناییشو دارن. ما ایرانی سال 57 همینا کلاه گذاشتن سرمون. همین آقای موساد اسرائیل
اسناد شما ارائه دادیم در ساواک ایران نفوذ میکنه، نبض ایران رو تو دستش میگیره، همون کاری که الان داره تو کشورهای عربی دور و بر ایران انجام میده که اونم یه آینده‌ای داره که بعدا در برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت حتما چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد. وقتی شما نبض یک کشور یعنی اطلاعات امنیت یک کشور رو تو دستت داشته باشی، خیلی راحت میتونی اون کشور رو منفجر از نظر انقلابیش منفجر یا منسجم کنی، چون نبض اطلاعاتی دستته و این چیزیه که در اختیار اسرائیله. همین آقای کشور اسرائیل و موساد بود که خمینی رو برای ملت 57 فرستاد در ماه. این یه بار دیگه یکی همچی کلای سرمو گذاشته بود به اسم اسلام. زمانی بود که میگفتن محمد با خرش رفت آسمان هفتم. داریم ما اینا رو داریم. متو سال 56 و 57 کسانی نبودن که بیان اینا رو برای مردم بگن. وقت این قسمت دنیای مجازی بزرگترین خدمتی که حداقل به ما مردم ایران کرد اینه که امروز با تلاشی که امثال ما انجام دادن، برید توی فضای مجازی نگاه کنید، طرف دهنشو باز میکنه حرف بزنه، دهنشو باز میکنه، همین مردمی که توی فضای مجازی هستن پاسخشو میدن، یعنی اجازه بهش نمیدن دیگه حرف بزنه. چرا؟ چون یاد گرفتن از پای منبر بی بی سی و این و ایکس و ایگرگ بلنشن برن توی اینترنت، برن کتابا رو بخونن، برن تاریخ رو بخونن. شما همین گوشی موبایلت که دستته میزنی تو گوگل، میری یه مطلبی رو میخونی، میبینی 10 تا مطلب مشابهش اومد، میری اونا رو هم میخونی. وقتی همه اینها رو بخونی و برداشت خودت رو میکنی، نه چیزی که اونجا نوشته. شما اونجاست که برداشت، شما اونجا بازی رو متوجه میشی، مطلب اصلی رو میگیری و این میشه همون جوهره دانایی و آگاهی که ملت ایران باید داشته باشن. این اتفاقات افتاد که فریب مرگ بر فلان و مرگ بر فلان خمینی سال 57 امروز دیگه داخل ایران جواب نمیده. شما تا 10 سال پیش هر مزخرفی یه آخوندی بالا عرعر میکرد، دو تا شعار پایینش داده میشد، مرگ بر فلان، مرگ بر فلان. اما به مرور زمان این مردم فهمیدن، مردم فهمیدن سپاه قدس یعنی سپاه اورشلیم، مردم فهمیدن قاسم ریمبو یا قاسم سلیمانی یا قاتل سلیمانی داره در اختیار سیاست مافیای جهانی برای حفظ اون موریانه داره هزینه میکنه و داره جون آدم ها رو میبره اونجا به کشتن میده. اینو مردم فهمیدن. اما یه چیزی دیگه که مردم باید بفهمن، چیزیه که تو بخش بعدی صحبت هم بهش میرسن. بفهمید مراجع. خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که یکی از مسائل بسیار مهمی که در تعامل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل که داشتم توضیح میدادم رخ میده، اون چنگ و دندون هایی که قرار رو در مدیا به هم نشون بدن، بحثی که هفته گذشته سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی یه نامه میزنه به آژانس انرژی اتمی مبنی بر این که اگر تحریم ها برداشته نشود، ما آمادگی اینو داریم تا اورانیوم فلزی تولید بکنیم و این اورانیوم فلزی قطعا میدونن دوستان در رابطه با ساخت بمب‌های اتمی مصرف میشه و برای موشک‌های بالستیکی که قادر و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هست نیز استفاده میشه. این بهرش به جیب چه کسانی ریخته میشه؟ نخواست اینکه آیا شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی این تکنولوژی رو خودش داره بهش میرسه یا داره این تکنولوژی بهش انتقال داده میشه؟ یعنی جمهوری اسلامی یک حکومتی رو تشکیل داده که اجازه نمیده نوابغ ایران دخالتی در امورش بکنن، تکنولوژی انتقالی رو داره روش کار میکنه. حالا شاید بعضیا بگن خب چین و روسیه دارن این کارو میکنن یا کره شمالی، و در این مقطع من سوالم اینه، آیا شما واقعا فکر میکنید این کشورها خارج از گردونه قدرت مافیا این اجازه رو دارن این تکنولوژی رو در اختیار یک کشور دیگه قرار بدن قبل از اینکه چراغ سبز ها براشون روشن بشه، یا نه چراغ سبز ها رو براشون روشن میکنن تا به اون چیزی که میخوان برسن و بتونن بهره برداری بکنن؟
در برنامه های فکر کنم 2 سال گذشته یا 1 سال گذشته بود من گفتم، چطور امکان داره ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ با ژاپن و استفاده از 2 بمب اتمی در فشار بسیار زیاد سازمان ملل از سوی کشورهای دیگه، خبرگزاری های مختلف قرار میگیره و اجبار میکنه که به حکومت شاهنشاهی این فناوری هسته‌ای رو انتقال بده و خودش هم عاملی میشه که حکومت شاهنشاهی با کشور فرانسه و آلمان قرارداد قرارداد ساخت راکتورهای هسته‌ای رو ببندن و خود کشور آمریکا بعد از سال 57 اولین کشوری میشه که میاد پرچم رو میاره بالا میگه نه دیگه نباید داشته باشی. غیر از تعامله، اما یک مسئله‌ای که هستش، چند هفته گذشته یا 10 روز گذشته بنیامین نتانیاهو یک مطلبی رو اعلام کرد و گفت اگر جو بایدن با جمهوری اسلامی بخواد تعامل کنه و به برجام برگرده قطعا من به ایران حمله خواهم کرد. یه مطلب اساسی رو باید بدونیم، بارها تکرار کردیم، یه بار دیگه من میگم اینو، و اون اینه که رئیس جمهور و دولت در آمریکا کاملا تحت پوشش حکومت هست و باید برنامه رو جلو ببره و به اون هدفی که در طول 4 سالش حکومت یا حکومت در سایه برای اون دولت تعیین کرده برسونه. مثل ایران نیستش که امروز رئیس جمهور عوض میشه، رئیس جمهور که عوض شد بیا تمام خط و ربط ها رو عوض بکنه، بیاد همه رو بریزه بیرون، بیاد اصلا یه سیستم دیگه رو برای خودش ابدا بکنه. به هیچ وجه این گونه نیست. چه شما از زمان اوباما، چه ترامپ، چه حالا در 20 ژانویه دوباره ترامپ بره توی کاخ سفید یا بایدن بره، هر کسی که رئیس جمهور آمریکا باشه موظفه در طول دوره ریاست جمهوریش اون برنامه ای رو که براش هدف گذاری کردن رو اجرا بکنه. حالا نحوه یا ابزار استفاده شونده برای اون رئیس جمهور در اختیار خودشه، ولی اون به هدف ها زده میشه توسط رئیس جمهور. برای اینکه حرفم رو ثابت بکنم و بگم چه اتفاقی میافته، برمیگردم به دوران اوباما. در دوران اوباما در گروه 5 به علاوه 1 و برجام شرایط و بازی به گونه ای ساخته شد که اوباما اومد توپ برای ترامپ گذاشت رو نقطه پنالتی که ترامپ که میاد گل بزنه بتونه برجام رو ازش خارج بشه، بتونه تحریم بکنه. در همون دوره اگر یادتون باشه بعد از برجام اوباما اومد یک بوینگ پر از دلار رو فرستاد برای یه جمهوری اسلامی که همش رفت خرج تروریستا در لبنان و سوریه و یمن و این برنبرش. بعد از برجام که رفت توی سطل آشغال توسط ترامپ چه اتفاقی افتاد؟ اگر باراک اوباما قواعد بازی محکم کردن رو میکاشت، ترامپ نمیتونست از برجام بیاد بیرون. پس قرار نبوده که این اتفاق ادامه پیدا کنه و آمریکا در برجام بمونه. هر کی این فکر رو بکنه داره خیلی دم دستی بهش نگاه میکنه. چرا؟ چون اگر 1% با این همه حجم تقلب و دروغ و دفنگ و به قول معروف یک رئیس جمهور نامشروع در 20 ژانویه بره در کاخ سفید به اسم جو بایدن، جو بایدن نمیتونه برگرده به برجام. چرا؟ چون ترامپ شرایط و جوری ساخت که این اتفاق دیگه از سمت آمریکا نمیخواد بیافته. ترامپ طبق دستور این کاری کرد چون منافع آمریکا در همینه. بازی که در طول این دوره 8 سال گذشته، دوره دوم باراک اوباما و دوره اول ترامپ رخ داد، بزرگترین منفعتش از نظر رشد سیاسی در منطقه برای اسرائیل بوده، از نظر فروش تسلیحات نظامی برای آمریکا بوده.
جو بایدن به هیچ عنوان نمیتونه برگرده به برجام به دلایل کاملا مشخص. پس تهدیدی که نتانیاهو داره میکنه اونم عملی پس نخواهد شد با این شرایط، یعنی به دلیل برگشت آمریکا به برجام اتفاق نباید بیافته. به خاطر همینه که آمریکا به برجام بر نخواهد گشت، در نتیجه تحریمی حذف نخواهد شد از جمهوری اسلامی. پس جمهوری اسلامی طبق نامه‌ای که زده به آژانس انرژی اتمی دنبال ساخت اورانیوم فلزی خواهد رفت، خطرش برای کیه؟ با تهدیدهایی که داره میشه برای اسرائیل. پس این جنگ به دلیل دیگه رخ خواهد داد. اگر شما فکر کنید جنگ رخ نمیده، این هم یک نتیجه دم دستیه. 8 میلیارد دلار تسلیحات نظامی فرسوده در منطقه، مانع فروش تسلیحات جدید مافیای جنگ افزار هست. اینا باید استفاده شه. این مافیا نیاز داره به بقا، این مافیا نیاز داره به گردش و ایجاد یک ترنوول مالی تا زنده بمونه. بهاشو کی پرداخت میکنه؟ مردمی که یک حکومت خودکامه و دیکتاتور بالا سرش هستن به اسم ایران. در طول همین روند اگر شما نگاه بکنید، عرض کردم 2 روز پیش دونالد ترامپ اعلام کرد کلیه پایگاه سنتکام در اختیار کشور اسرائیل قرار گرفته. در آخرین برنامه‌ای که ما رابطه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل رو افشا کردیم، مسیری که اسرائیل نیاز داره برای انتقال فرآورده‌های نفتی و گاز از خاک ایران رد میشه. خب اگر امروز جمهوری اسلامی بیاد تن بده به این داستان، این معامله و معادله نامجهول برای همه بازار روشن میشه که بابا این دوتا با هم رفیقن، با هم برادرن، اصلا مشکلی ندارن، این جنگ زرگری برای خالی کردن جیب من و شماست. پس باید یک اتفاق بزرگتری رخ بدهد که اسرائیل بیاد سوار بر ایران بشه، همونطوری که امروز فعلا سوار بر امارات و عربستان و بعضی از کشورهای کوچیک حاشیه خلیج فارس عربی شده. این بحثو چه روند حرکت اسرائیل به سمت جنگ با ادوات آمریکایی، با پول کشورهای عربی علی خصوص عربستان و رسیدن به رفرم شکلی، نه سرنگونی حکومت، رسیدن به یک تغییر اسمی جمهوری اسلامی، باشه برای برنامه و یه برنامه دیگه. اما در طول این 42 سال خصوصا 2 دهه اخیر کاری کردم با مردم، خصوصا با بخش اپوزیسیون جمهوری اسلامی، که اینا رو به تب بگیرن به مرگ راضی شن. یعنی چی؟ یعنی رسانه ها، مدیا که همه زیر مجموعه گلوبالیست ها و جهانوطنانی هستن که به فکر منافع خودشون هستن، جوری صحنه رو طراحی میکردن و جوری پول رو در منطقه، خصوصا در اقلیم کردستان، در آذربایجان، آذربایجان کشور خودمون، در خوزستان و در بلوچستان تقسیم کردن بین پانها، که همه به این نتیجه برسیم که هر اتفاقی رخ بده پانها بلند میشن و قیام میکنن و به ادعایی که دارن برای جدایی طلبی، هویت طلبی، تجزیه طلبیشون شروع میکنن جنگیدن و تلاش خودشون رو مسلحانه خواهند داشت. این میشه اون تصویر مرگی که برای همه ساختن. حالا بعد از یک اتفاق بزرگی در داخل ایران، شما حساب کنید مانند 12 فروردین 58 بیان یک حکومتی رو به زور تحمیل کنن به مردم ایران. امروز همه کسانی که میهن پرست هستن و به دنبال آزادی از چنگال جمهوری اسلامی هستن، بعد یکی دیگر از امرهایی که متفق القول هستن اینه که نوع حکومت در آینده باید توسط مردم تعیین بشه و یک حکومت مردم سالار
بر کشور حکمرانی کنه. اما این گزینه از دست بره و بیان یک حکومت اجباری رو تحمیل کنن، فکرم نکنید نمی کنن ها. فکرم نکنید مردم هوشیارن بیزارن. تبلیغات پروپاگاندا سازی و و و و و یه به علاوه بزرگ بزنید با شرایط فعلی مردم در داخل و ایرانیان مدعی خارج از کشور، این شرایط کاملا برای مافیا مهیاست که یک حکومت دیگه ای رو به زور تحمیل کنه به مردم ایران. حالا بعد از این که بگن جمهوری اسلامی رو اسمش رو از روی تخت سیاه پاک کنید، حالا بنویسید جمهوری ایرانی. مردم ایران شما مجبورید به این جمهوری ایرانی تن بدید. اکثر افراد خدای خودشون رو شکر خواهند کرد که ایران تجزیه نشد، تن دادن به همین جمهوری ایرانی. اما مهم کجاست؟ مهم اینه که مردم به خواستشون نرسیدن. مهم اینه که اون قتل‌ها و غارت‌ها و جنایت‌ها و فساد و فحشا و اختلاس و دزدی همه ادامه خواهد داشت با یک شکل و شمایل جدید. تا اون لحظه زیر عبا و عمامه و ردا بود، این بار زیر کت و شلوار و کروات و بوی اتکلن خوب و و و و و اتفاق خواهد افتاد. اون موقع آخوند ریشو کپک زده میومد این کارو میکرد، این بار یه شکل دیگه ای آدم‌های فرنگ رفته اتو کشیده شده میان این کارو میکنن. تا حداقل دو دهه یک نسل بگذره تا بفهمن زیر باز شدن بار و دیسکو و نایت کلاب و همه این چیزا، زیر آزادی حجاب بانوان، ایران کاملا نابود نابود شده. امروز شاید مردم ایران به این فکر کنن که الان ما بلند شیم قیام کنیم جمهوری اسلامی بره، فردا خب چه کسی اصلا بیاد؟ فردا بیاد چه منابعی داریم برای یه مدیریت کشور؟ فردا کسی دیگه بیاد چه پتانسیل هایی وجود داره تا این ویرانی که جمهوری اسلامی در طول 42 سال انجام داده رو بتونیم بسازیم؟ مطمئن باشید امروز این قدرت و پتانسیل وجود داره. ایران ما به قدری غنی هست که میتونیم ایران رو بسازیم. ولی اگر حکومت بعد از جمهوری اسلامی حکومتی باشه که تمام بخش‌های سرمایه‌های ایران رو واگذار بکنه، اون موقع دیگه چیزی نخواهیم داشت، کاری از دستمون بر نخواهد اومد. و این تنها و تنها دلیلش یک چیزه: بی‌مبالاتی، بی‌مسئولیتی، لاابالی بودن ما ایرانی‌ها که مسئولیت خودمون رو گردن نمی‌گیریم. هممون دوست داریم به عنوان بیشتر مردم رو نگاه کنید، بخش اپوزیسیونی که دارن فعالیت میکنن در سوشیال مدیا برای براندازی جمهوری اسلامی، 99% در تلاش هستن که بیان از شاهزاده رضا پهلوی تقلید کنن، خودشونو شاهزاده فکر میکنن. اونایی هم که میگن سرباز هستیم جنم سرباز بودن رو ندارن. همه واژه‌هایی که شاهزاده رضا پهلوی استفاده میکنن رو میان انقدر مطرح میکنن، دستمالی میکنن تا از ارزش بندازن. این بیمسئولیتی، بیتفاوتی، لاابالی بودن مردم ایران رو میرسونه و جمهوری اسلامی داره بردش رو میبره، مافیا دارن بردشون رو میکنن، ما داریم ضررش رو میدیم. مردم داخل ایران هستن که خونشون داره میره تو شیشه، جووناشون رو دارن از دست میدن، نون ندارن شب بخورن، با شکم خالی دارن سرشون میذارن رو بالش، تا کمر تو سطل زباله خم شدن. مقصر ماها هستیم. من تا اینجا این بحثم رو میبندم تا جناب قاسمی هم صحبتی دارن انجام بدن بریم مرحله بعدی. بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که دوستان لطفا برنامه رو یه بار دیگه پخش کنید، شیر کنید. ما توی این مدت برنامه نداشتیم و صفحه مقداری فکر کنم کم کاره، حالت محدودم شده از طرف فیسبوک و دیگه خودتون میدونید دیگه، فیسبوک و توییتر و امثال اینها دست ارباب قدرت توی آمریکاست، یعنی حکومت آمریکا. عرض کنم من چند مطلب رو بگم راجع به دولت آقای ترامپ و اینکه ایشون نمیخواست جمهوری اسلامی سرنگون بشه.
من مستقیما از آقای برایان هوک یک سوالی پرسیدم و ایشون هم مستقیما جواب دادن. 2 سال پیش، یعنی در اوج قیام دیماه آبان 98، من یه سوالی از ایشون پرسیدم، ویدیوش روی رستاخیز سیمون هست و میتونید سرچ کنید توی برنامه، توی صفحاتمون میتونید برید ببینید و صحبت آقای برنبوک رو بشنوید. دولت آمریکا مدعی این بود که ما، یعنی دولت آمریکا، از خواسته ملت ایران حمایت خواهند کرد و در کنار ملت ایران خواهند ایستاد. اینو همتون توی صحبتشون شنیدید. زمانی که مردم ایران اومدن و فریاد رضا شاه روحت شاد یا ولیعهد کجایی به داد ما بیایی، یا ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره و امثال این شعارهای ملی رو سر دادن، همون موقع من از آقای برایان هوک سوال پرسیدم. گفتم آقای برایان هوک، توی توییتر نوشتم براش، دلیل این که دولت آمریکا ادعا میکنه که از مردم ایران حمایت میکنه و خواسته مردم ایران رو اجابت خواهد کرد یا حمایت خواهد کرد، شما مگر نمیشنوید که در سراسر ایران ملت ایران دارن یک شخصیتی رو فریاد میزنن که هویت ایرانی، امروز ایشون هویت یا جایگاه اون هویت ایرانی یا سمبل هویت ایرانی رو دارن. چرا آقای برایان هوک و امثال اینها، چرا شما به خواسته ملت ایران گوش نمی کنید؟ چرا از آلترناتیو ملت ایران حمایت نمی کنید؟ چرا از شاهزاده رضا پهلوی حمایت نمی کنید؟ نه اینکه حمایت کنید ایشون رو، ایشون نیازی به حمایت شما نداره، اما شمایی که مدعی میشید ما از ملت ایران و خواسته مردم ایران دفاع میکنیم، خب مردم ایران دارن فریاد میزنن. یا شما مترجماتون اشتباه داره براتون ترجمه میکنه که امکان نداره، یا اینکه یه جوری دیگه جریانتون. آقای برایان هوک به من پاسخ داد، ویدیوش هست، گفت ما در امور داخلی کشورها دخالت نمیکنیم. مردم ایران، این سوال، این پاسخش این بود که آقای سعید قاسمی این سوال رو پرسیده، چرا از آقای رضا پهلوی حمایت نمیکنه؟ سوال من جوری دیگه بود، اون این جواب داد و در نهایت هم گفت ما از در امور داخلی کشورها دخالت نمیکنیم، مردم ایران لایق بهترین حکومت ها هستند. همین، این پاسخ مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بود. میتونید برید سندش هم نگاه کنید. اما برگردم من به ادامه صحبت قبلی که مطالب رو می‌خواستم بگم در مورد حکومت آمریکا و سیاست آمریکا در خاورمیانه که تو معامله قرنم وجود داره. کشور آمریکا نیروهای نظامیش رو از خاورمیانه در آینده نزدیک جمع خواهد کرد و به سمت دشمن دیگه‌ای که چین باشه یا دریای چین باشه، به اون سمت نیروهاشو سوق خواهد داد و جای پایگاهش رو در حقیقت عوض میکنه. یک، به خاطر ارزان شدن نفت، کم مصرف شدن نفت و خیلی مسائل دیگه که خود آمریکا امروز صادر کننده نفته، و 2، به خاطر اینکه چین داره به درجه ای از قدرت میرسه که هر آن ممکنه در بسیاری از مقطع‌های زمانی از نظر اقتصادی آمریکا رو به چالش بکشه و حتی زمین بزنه. بنابراین باید بره اون گلوگاه رو بگیره و اونجا پایگاهش رو درست کنه. اما آمریکا کشوری نیست که منافعش رو هرچند اندک از دست بده. بنابراین در خاورمیانه دنبال یک جای پای محکم برای خودش میگرده یا یک نماینده‌ای از جنس خودش در خاورمیانه که بتونه منافعش رو تأمین کنه و بتونه خاورمیانه رو هم کنترل کنه. بنابراین تصمیمی که گرفته شده، این تصمیم در دوره آقای ترامپ گرفته نشده، دوستان اشتباه نکنید. در 8-9 رئیس جمهور سابق آمریکا هم در دستور کارشون بود که پایتخت اسرائیل بره اورشلیم، نمیدونم اعراب منطقه با اسرائیل رابطه داشته باشن، و خیلی از این اتفاقاتی که ظرف 4 سال دوره آقای ترامپ افتاد در 40-50 سال گذشته در دستور کار دولت‌های مختلف آمریکا بود، اما هیچ کدوم اینها نمیتونستن این کار رو انجام بدن و شخصی که میتونست این کار رو انجام بده آقای ترامپ بود که تو اون پرانتز 4 ساله که صحبتشو کردم اومد تمام اینا رو ظرف 4 سال انجام داد. یعنی شما اگر برید در سابقه همین یک قلم
سفارت آمریکا انتقالش به اورشلیم، اگر برید در موردش بررسی کنید، تمام رئیس جمهورهای آمریکا اومدن متعهد شدن که ما این کار رو میکنیم، اما هیچ کدومشون نکردن. فقط آقای ترامپ این کار رو کرد، چون برنامه بود. یعنی یه شخصی اومد، پیمانکاری اومد که یه سری قراردادها رو به هم بریزه که ریخت، و یه سری قراردادها رو بنا کنه که این قرارداد طرح معامله قرن عضوش بود. حالا شما نگاه میکنید یک کشوری به اسم اسرائیل در یک منطقه کوچولوی جغرافیایی که همش اندازه یکی از شهرستانهای ایران هم نیست، امروز ظرف مدت 4 سال، اینا رو بهش دقت کنید لطفا، ظرف مدت 4 سال، یعنی 4 سال هم که نه، حتی تقریبا 2 سال، چون 2 سالش مشغول رایزنی بودن و زمین شینی میکردن، ظرف مدت 2 سال امروز تمام خاورمیانه رو در اختیار داره. یک کشوری که در یک نقطه از خاورمیانه وجود داشت و وجود داره، با وسعت محدود امروز تمام خاورمیانه رو در اختیار داره. این نمیشد مگر اینکه هم جمهوری اسلامی و هم حکومت آمریکا، که جمهوری اسلامی هم نماینده این هاست، بازی رو به گونه ای پیش ببرن که ظرف 2-3 سال گذشته که اتفاق افتاد تمام این بازی ها رقم بخوره. و بعد از اینکه این بازی ها رقم خورد، وقتی اسرائیل، یعنی کشورهای عربی، از ترس لولو که جمهوری اسلامی باشه پریدن تو بغل هلو که اسرائیل باشه، امروز دیگه مسئولیت تخریب جمهوری اسلامی در منطقه تمام شده. یعنی شما فکر کنید الان جمهوری اسلامی چیکار دیگه باید تو منطقه میکرد، یا کدوم کشور حاشیه ایران یا کشور خاورمیانه ای دیگه باید از ترس جمهوری اسلامی بره تو بغل اسرائیل، که نرفته. همه رفتن، همه بلا استثناء، از کشورهای عربی بگیرید تو افغانستان و اینور عراق و اونور بیاید ایران و اونور ترکیه و روسیه که رفیق فابریک با هم دیگه، همه اینا الان دیگه کارشون به قول معروف تمومه. حالا مرحله بعدی سناریو باید رقم بخوره. مرحله بعدی سناریو اینه دوستان، سپاه قدس جمع میشه، سپاه اورشلیم که جمع شد، گای تک و توکش از این اراضی لوباش هنوز هستن که دارن یکی یکی نابود میشن، و اسرائیل هم کل اون منطقه رو در اختیار داره، با کمک جمهوری اسلامی اون کاری رو که میخوان انجام بدن رو انجام خواهند داد، که یک جنگی که جناب کمالپور توضیحشو داد. این جنگ در دوره جو خابالو یا جو بایدن اتفاق خواهد افتاد. یادتون نره زمانی که جنگ سوریه اتفاق افتاد، که 60 کشور جهان ائتلاف درست کردن و فلان این حرفا، کشور آمریکا و رئیس جمهور آمریکا که امام حسین اوباما بود، معاون اولش همین جو خابالو بود. همین جو خابالو مدیریت میکرد اون جنگ ها رو. شما یادتونه در اون زمان همه سازمان های حقوق بشری و حقوق عشری و امثال اینها انتقادشون به امام حسین اوباما این بود که تو چرا مثلا داری میبینی توی سوریه این اتفاق میفته، چرا کاری نمیکنی، چرا جلوی کشتار 500 600 700 هزار انسان سوریه‌ای رو نمیگیری، چرا هیچ عکس العملی نشون نمیدی. امام حسین اوباما هم که گفت من درگیر نمیدونم اوباما کرم و اوباما برم و اوباما ورم و امثال اینها، و درگیر مسائل داخلی هم. حالا همون معاونی که اون روز در سوریه اون جنایت ها اتفاق افتاد و چشمانشون رو بستن، اون معاون امروز میشه رئیس جمهور، شده رئیس جمهور. خب اسرائیل هم به لطف آقای ترامپ که همین دیروز دستور داد به جناب کمالپور توضیح دادن، به نیروهای تحت امر آمریکا یا پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، که اسرائیل باید عضوتون بشه. وقتی اسرائیل عضوتون بشه یعنی اسرائیل سرورتون میشه، یعنی رئیستون میشه، یعنی فرماندهتون میشه. و برگردیم تو معامله قرن که ما توضیحش رو دادیم، صحبت‌های برایان هوک رو گذاشتیم که گفت یکی از بندهای معامله قرن اینه که فرماندهی نیروهای آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، فرماندهی رو دادن به انگلستان. آمریکا داد به انگلستان رسما. اسرائیل هم که به قول یارو گفتنی فرزند انگلستان هست، بنابراین
جوی خابالو باید درگیر مسائل داخلی از یک طرف و درگیر قراردادهای بین المللی از طرف دیگه باشه، امکانات و تجهیزات آمریکا در منطقه با پول عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با رهبری انگلستان، یعنی سناریو انگلستان با فرمانده میانی یا مسئول عملیاتی اسرائیل در منطقه این جنگ رقم خواهد خورد و اون کشتاری که توی اون منطقه اتفاق میفته رئیس جمهور آمریکا درش نقشی نخواهد داشت، چون درگیر مسائل بین المللی، معاملات بین المللی و مسائل داخلی آمریکاست. این همون جریانی که توی سوریه، اون کشتاری که توی سوریه اتفاق افتاد، شما در آینده نزدیک در خاورمیانه و اتفاقا کشور ایران متاسفانه خواهید دید. همین هفته گذشته بود، دیروز دیشب من یه پستشو گذاشتم، فرمانده چرخوز جمهوری اسلامی حسین سلامی رفت توی شهرک زیرزمینی موشکیشون دیگه، گفت ما یه شهرکی درست کردیم، انواع و اقسام موشکا و فلان و فلان و فلان، این شهرک در حاشیه خلیج فارس است. حالا اصلا میخواست آدرس نده، این شهرک در حاشیه خلیج فارس است. دیشب ساعت 1 شب ایران تمام اون حاشیه خلیج فارس، قشم و خیلی از اون جزایر و روستاهای اطراف تمامش به مدت چند ثانیه گفتن زلزله اومد، که زلزله نبود، همین شهرک موشکیه بود که رفت رو هوا. چون شما فکر نکنید وقتی میگن مثلا محسن فخری زاده توسط اسرائیل ترور شد، اسرائیلیه رفته اونجا، نه، سپاه جمهوری اسلامی، همون سپاه قدس، سپاه اورشلیم دیگه، نمایندگان خودشونه. ضمن این که بهترین یا عیانترین یا تابلوترین همکاری اسرائیل و جمهوری اسلامی در رأسش خامنه ای در داستان اران بود. اسرائیل اومد توی اران، قبلش که اون دریای کاسپیان که ما توضیحاتش رو دادیم، اسرائیل توی اران نیاز داشت به این اتفاق که اون قره‌باغ رو زمینه خاک اران بکنه، و شما میبینید زمانی که اون اتفاق میفته علی خامنه ای هم نمایندگان رسمیش بیان میگن فتوا میدن در جهت سیاست اسرائیل در اون منطقه، هم خود علی خامنه ای، هم مشاور علی خامنه ای، هم فرماندهان نظامی علی خامنه ای و هم وزیر امور خارجه علی خامنه ای و امثال اینها میان و از سیاستی دفاع میکنن که بازیگر اصلیش اسرائیله. چه اتفاقی میفته؟ اینو من دوست دارم جانوران منوچهر ساشمشی بیان جواب بدن. از این تابلوتر شما برادری و برابری و دوستی و همپیمانی و همخونی بین مسئولین جمهوری عبری عربی کمونیستی اسلامی غاصب بر ایران و کشور اسرائیل و سیاست اسرائیل، چیزی از این تابلوتر میخواستید که باور کنید که ملت فهمیدند 40 سال پیش چه کلاهی سرشون رفته؟ به همین سادگی دوستان. و اون اتفاقه که اتفاق وحشتناکی هم هست، متاسفانه در زمان جوی خوالو خواهد افتاد. بفهمید برای جان. خدمت رو عرض کنم، من دیگه در رابطه با این مسائل صحبتی ندارم، فقط این که ما قطعا یک برنامه مفصل در رابطه با بحث حضور ترامپ، منافعی که ترامپ به اسرائیل رسون و جمهوری اسلامی رو باشون تعامل کرد خواهیم داشت. یادتون باشه چه من چه جناب قاسمی فقط و فقط به فکر منافع کشور خودمون هستیم، به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی، حفظ منافع کشورمون برای مردممون هستیم، ما نه دنبال منافع آمریکا هستیم نه هیچ کشور دیگه. این که ترامپ خوبه، ترامپ اصلا پیغمبر، کسی شک نداشته باشه روی این، اما این پیغمبر قرار نیست برای کشور ما و مردم ما معجزه‌ای بکنه، و ما اینو ثابت میکنیم که در طول این 4 سال گذشتهش نه تنها معجزه‌ای نکرد، بلکه زده چشم و چال مردم ایران هم کور کرده و آب ریخته قشنگ تو آسیاب جمهوری اسلامی و به نفع جمهوری اسلامی کار کرده. این که حالا ترامپ کسیه که میخواد جهان رو عوض بکنه و فلان بکنه، میگه همه اینا درست، فعلا توی
شرایط خودش، من که با این حرف این دستم مخالفم کلا، چون میگم ترامپ هم تو همون مافیای قدرتیه که بهش اجازه دادن بیاد سر قدرت. ولی میگم اگر این حرف شما هم درست باشه که ترامپ میخواد جهان رو عوض بکنه، فعلا توی حفظ منافع خودش مونده. کسی که قدرت نداره با مافیا به جنگ، منافع خودش رو حفظ بکنه، کلاه خودش رو سفت بچسبه، شلوار خودش رو بکشه بالا، در خونه خودش رو بیل بزنه، وای بالا بقیش باشه حالا پیشکش. اینو یک برنامه کاملا مفصل در رابطه باش خواهیم داشت. امیدوار هستم که همونطور که قبلا عرض کردم، دو نفر از کسانی که به هر دلیلی یا ترامپی هن یا بایدنی هن، از هر طرف که دوست دارن، بیان توی برنامه ما صحبت کنیم، ببینیم دلایل و فکت هایی که میارن از صحبت هایی که دارن میکنن چیه، بهش بپردازیم، به اون چیزی که میخوایم برسیم برای کشورمون زودتر برسیم که سری بعد گول نخورن مردم. این به نفعمونه. اما یک اتفاقی رقم داره میخوره در داخل اپوزیسیون، مخصوصا خارج از کشور، اما از داخل داره این خط و ربط داده میشه و مدیریت میشه. افرادی رو دارن میارن توی بازی، افرادی بودن توی بازی، دارن اندیشه های جدیدی رو رشد میدن که تمام اینها میرسه به همون رفرم شکلی یا اصلاحات جورج سوروس، و خارج از این مقوله چیز دیگه ای رو شما نمیتونید پیدا بکنید. توی این برنامه سه بخش رو ما توضیح میدیم که دارن براش تبلیغ میکنن از طریق مدیاهای مختلف، از طریق رسانه‌های مختلف، از طریق سوشیال مدیا سعی دارن میکنن باز مردم رو بکشونن در یک تله جدید بندازن، چون بهتون قول میدم در 15 روز آینده این تله انتخابات آمریکا بسته میشه، تموم میشه دیگه. حالا نیاز دارن به تله های بعدی، به فریب های بعدی، دارن اندازه‌گیری میکنن کلا رو چقدر بدوزن که بره رو سر مردم ایران قرار بگیره. یکی از این مقوله ها مقوله فائز هاشمیه. جالبه که بعضی از مدعیانی که در انقلاب کثیف 57 همراه روح‌الله خمینی بودن، نقش داشتن به عنوان چریک فدایی خلق، به عنوان سازمان مجاهدین، به عنوان توده‌ای‌ها، به عنوان هر کسی، اما تروریست بودن چون سلاح در دست گرفتن، امروز اومدن رفتن پشت فائزه هاشمی ایستادن و دارن با سیاه بازی فائزه هاشمی رو بلدش میکنن. یکی از این گروه ها هرچند که خیلی چیپه، اصلا بوی گندش کل اپوزیسیون رو برداشته، گروه ایرانخواران یا خانم ویکتوریا آزاد با نام اصلی اقدس پشکویی یا با شناسنامه جعلی ویکتوریا دولتشاهی، تغییر نام یافته در کشور سوئد به اسم ویکتوریا آزاد، اومده یک عکسی رو منتشر کرده از فائزه هاشمی. بقیش هم بگو مران جانون، یه سه مشخصات دیگه هم داره، بقیش هم بگو. با یک سری چیزایی رو نوشته که از فائزه هاشمی حمایت کرده. خب اینکه این شخص قطعا به دنبال آزادی ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی نیست که شکی نیست، اینا خودشون به وجود آورنده انقلاب بودن، در تعامل در زندان کرمانشاه یه بدبختی رو کشتن، شناسنامه‌اش رو دادن به این به اسم ویکتوریا دولتشاهی و این ویکتوریا دولتشاهی رفت زیر خاک، شناسنامه‌اش رو دادن دست اقدس پشکویی، اومد رسید به سوئد، تو سوئد اسمش رو عوض کرد، با تغییر یک سال سن کمتر شد ویکتوریا آزاد. چرا باید فائزه هاشمی از چند زاویه مورد پردازش قرار بگیره؟ اینکه امروز فائزه هاشمی در رسانه میاد صحبت میکنه و رسانه‌های خارجی، مخصوصا رسانه‌های عربی، میان اونو بولدش میکنن، از طرف هواداران و طرفداران جمهوری اسلامی چیز عجیبی نباید باشه.
ولی چرا اب ویدیویی که مربوط به سال 89 یا 90 در قبرستون شهر ری هست استفاده میکنم به عنوان اینکه این ویدیو تازه